زمزمه گلاکن به همین جهت همیشه بوی ماهی میداد. ولی این موضوع زیاد باعث ناراحتی اسکامبل نمیشد، به خصوص وقتی که در خواب بود. اون چه تا اندازه‌ای باعث ناراحتی شد اون بود که در اثر برخورد آب به روی پاهاش از خواب بیدار شد، اونم آبی که قاعدتا نباید تا اونجا بالا اومده باشه. او وقتی که به اون طرف پاهاش نظر انداخت به شدت تکان خورد، همه جا رو آب گرفته بود. ساعتی پیش در اونجا فقط رودی بود و مزارعی و اینک آبی که از فراست بایت به دره ریخته بود همه جا رو پوشونده بود. اسکامبل که میدونست باید مردم رو خبر کنه بلافاصله از جا بلند شد و به طرف دهکده دوید. او در طول راه صدای ناقوس ها رو شنید. گلاکن صدای پای شنید. وقتی بوی تند ماهی به مشامش خورد فهمید که او اسکامبله. اسکامبل خودش رو از درب داخل انداخت و نفسنان گفت: جلوی صد باز نیست گلاکن، موضوع وحشتناکتر از ایناست، یک سیل عظیم اومده، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. گلاکن گفت: در این صورت من زنگ خطر رو فوراً به صدا در میارم. اسکامبل جواب داد: فایده ای نداره، هیچ کس تا حالا صدای اونو نشنیده و به همین خاطر متوجهش نمیشن. پیشنهاد میکنم تو همه زنگا رو هرچه بلندتر به صدا در بیاری و منم میدونم دور دهکده رو به مردم میگم برن بالای رودخونه و بعدم میام دنبالت. اینو گفت و در سرازیری پله ها ناپدید شد و گلاکن به صورت مشغول شد و همه این ناقوس ها رو به شدت هرچه تمامتر به صدا در آورد. در حالی که ناقوس ها در دهکده وادرگب به صدا در آمده بودند و مردم با وحشت به این سو و اون سو می دویدند، کراستا برد غول پیکر که هیچ از اوضاع خبر نداشت بالای کوه به دنبال تخم پرنده می گشت. بعکس اجداد گلاکن و اسکامبل، نخستین کراستا بردی که به در اومد حالت بچگی داشت و تمام کراستا برد های بعد از او هم این حالت رو داشتند. به این سبب کراستا برد زندگیشو به تنهایی می گذروند. بهترین ساعات زندگی او زمانی بود که از کوه‌ها بالا می‌رفت و با جانوران وحشی دوست می‌شد. اما به دلیل عجیبی امروز از حیوانات وحشی هیچ خبری نبود. استرایپرها، حتی پرندگان چیکی هم ساکت بودند. او هیچ سر در نمی‌آورد. پس با دلی غمگین برگشت که به خانه بره و در اون موقع بود که متوجه سیل شد. بله دوستان عزیز، آب وارد دهکده شده بود و چون مسیر با تغییر کرد صدای دور دست ناقوس ها رو به گوش کراستا برد رسوند. این صدا مانند صدایی بود که قبلا از اجداد خود در مورد اون شنیده بود. این صدا فقط زمانی به گوش می رسید که خطری مردم رو تهدید می کرد. بله این صدا همون صدای معروف یعنی زمزمه گلاکن بود. بله زمزمه گلاکن، زمزمه گلاکن. کراستا برد باید خودش رو به سرعت به دهکده برسونه. به فکر معدن نقره قدیمی افتاد. سالها بود که کار نمیکرد، ولی سطلهایی که مخصوص حمل سنگ و خاک معدن بود به این صورت هنوز تا دهکده میرفت و او قطعا میتونست خودش رو در یکی از سطلها جا بده. او بدون توجه به اینکه آیا اون سطلها سالم هستن یا خراب در اولین سطل سوار شد و میخ چوبی اون رو که محکم نگه داشته بود کشید و سریع ترین سفر دوران زندگی خودش رو شروع کرد. در دهکده واترگاب که کراستا برد به صورت تموم به طرف اون پیش میرفت، آب گلالود به بام خانه ها رسیده بود و تنها پناهگاه سالم برج ناقوس بود که در کنار پنجره اون یک قایق پارویی مهار شده بود و بسته های اسباب و اساسیه در اون سنگینی میکرد. در داخل گلاکن آماده حرکت میشد. او گفت: خب بهتره بریم. اسکامبل به علامت تایید سرخ کنداد و نگاهی به دو نفری انداخت که همین چند دقیقه پیش از یک پشت بام کاهگلی که در روی آب شناور بود نجات داده بود. سلکی کشیده و باریک مانند یک پرنده آبی از سرما می‌لرزید. لباسش خیس و پاره بود و پاهاش برهنه. خانم گاملوتی، خزانه دار و آخرین بازمانده خواهر گمیج بزرگ در کنار او ایستاده بود. اونیز که خیس بود با لحنی سرزنش‌آمیز به گلاکن گفت: یه نفر هست که فراموشش کردید، پس کراستا برد چی میشه؟ گلاکن پاسخ داد: خانم گاملوتی، حق با شماست. اما هنوز حرفش تموم نشده بود که صدایی به گوششون خورد. بله، چهار مینی پینز به طرف پنجره دویدن و با حیرت بیرون رو نگاه کردن. کراستا برد به بام تالار شهر که در مقابل اونها دیده میشد چسبیده بود. سیلکی خندید و گفت: اون حتما با سطل‌های معدن قدیمی آمده پایین.
اما لبخند خوشحالیش خیلی زود به نگرانی مبدل شد، چون برج ترک خورد و لرزید. گلاکن فریاد زد: زود باشید، دیوارهای گلی داره میریزه. و وقتی که اونها به درون آب پریدند، برج ناقوس با یک تلاطم شدید آب در زیر اونها ناپدید شد.